سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب چهارشنبه ششم بهمن ماه در 370مین شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. قطر چشم به راه یوزهای ایرانی. آزادی مهیای هتریک جشن سعود. تیم ملی فوتبال ایران فردا و از ساعت 18 در ورزشگاه آزادی از تیم ملی عراق پذیرایی خواهد کرد. شاگردان دراگان اسکوچیچ که به دنبال ثبت سعودی زود هنگام به رقابت‌های جام جهانی قطر 2022 هستند، در شرایطی که فردا شب بتونند از سد میهمان خود بگذرند، در آزادی جشن سعود به پا خواهند کرد. در آخرین تقابل دو تیم و در دیداری که 16 شهریور برگزار شد، تیم ملی ایران با گل‌های علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و علی قلی‌زاده حریفش رو 3 گله کرد. یوزهای ایرانی همکنون با 16 امتیاز صدرنشین گروه اول انتخابی جام جهانی در قاره آسیا هستند و تیم ملی عراق با 4 امتیاز در رده 5 قرار داره. طارمی و آزمون بزرگترین غایبان تیم ملی. تیم ملی فوتبال ایران در حالی فردا به مسافه تیم ملی عراق میره که مهدی طارمی مهاجم تیم ملی همچنان در کشور ترکیه حضور داره. این بازیکن بعد از کش و قوس‌های فراوان از دالامان خود رو به آنتالیا رسونده، اما همچنان موفق به پرواز به سمت کشورمون نشده. شب گذشته هم شایعاتی در مورد مهیا شدن سفر طارمی با جت شخصی به تهران در رسانه‌ها انتشار یافت، اما امروز مشخص شد که فدراسیون فوتبال نتونسته مجوز این سفر رو دریافت کنه. به همین دلیل علارغم همه تلاش‌ها، به احتمال زیاد طارمی در جدال با عراق غایب خواهد بود. قابل ذکر سردار آزمون، دیگر مهاجم تیم ملی هم همراه با زنیت سنت پترزبورگ در شهر دبی اردو زده و بعد از منفی شدن تست مجدد در صدد حضور در اردوی تیم ملی بود، ولی بعید این ستاره به جدال با عراق برسه. آخرین وضعیت کرونایی ها. تیم ملی ایران برای مچ‌اندازی حساس فردا مقابل تیم ملی عراق با بحران ابتلای تعداد زیادی از ستاره‌هاش به ویروس کرونا روبرو شده که همین عامل دیدار فردا رو تحت تأثیر غیبت چند بازیکن قرار داده. اما خبر خوب اینجاست که تست کرونای کریم انصاری فرد، امیر عابدزاده و پیام نیازمند بعد از حضور در اردوی تیم ملی منفی شده و این بازیکنان مشکلی برای دیدار فردا مقابل عراق در بازی مقدماتی جام جهانی ندارند. پیام ویژه رئیس جمهور برای ملی پوشان. در آستانه بازی تیم‌های ملی ایران و عراق، سید ابراهیم رئیسی پیامی ویژه برای ملی پوشان فرستاد. در بخشی از این پیام آمده است: عرصه فوتبال تنها مجال رقابت جسمانی و یا آمادگی فنی نیست. آنچه من از رفتار شما در مسابقات گذشته تان دیدم، تبلور اخلاق و جوانمردی شما عزیزان بوده است. فارغ از نتیجه که انشاءالله پیروز میدان خواهید بود، حضورتان مایه افتخار کشور است و یک بازی جوانمردانه و به یاد ماندنی شادی را برای مردم عزیزمان به ارمغان می آورد. چراغ سبز عزیزی خادم به کادر فنی تا قطر 2022. شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال، در آستانه بازی حساس تیم ملی ایران با عراق در اردوی یوزها حاضر شد و در خصوص ادامه همکاری با کادر فنی خبر داد. عزیزی خادم در همین خصوص گفت: کادر فنی خوبی داریم که برای تیم ملی زحمت می‌کشند. با صعود به جام جهانی با همین کادر به دوحه خواهیم رفت و انشالله اونجا هم بازی‌های خوبی از خود به نمایش خواهیم گذاشت. قدر زحمات کادر فنی رو می‌دونیم. آژیر خطر در اردوگاه سرخ. شوک بزرگ به پرسپولیس. یحیی استعفا کرد.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس دو هفته پیش هشدار داده بود اگه مشکلات مالی حل نشه تیم به سرعت به سمت بحران خواهد رفت. اون در همین راستا و به منظور نشون دادن وخامت شرایط اعلام کرده بود که از سمت خود استعفا خواهد کرد و حالا بر اساس ادعای خبر ورزشی عصر امروز تصمیم خود را عملیاتی و نامه استعفای خود را برای درویش مدیر عامل و پیروانی مدیر باشگاه پرسپولیس ارسال کرد. مخالفت مدیر عامل با استعفای مربی. رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که در ساعت انتشار خبر استعفای یحیی گل محمدی از هدایت سرخپوشان تهرانی در جلسه مربوط به خصوصی سازی حضور داشت، در ابتدا از تصمیم سرمربی تیم ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما بعد از اون در گفتگو با خبرنگاران از مخالفت خود با این استعفا پرده برداشت و گفت: آقای گل محمدی از بهترین مربیان فوتبال ایران بوده و هست و زحمات زیادی برای پرسپولیس کشیده. بنده مخالف استعفا و جدایی ایشون از پرسپولیس هستم و انشالله به کارشون ادامه خواهند داد. البته که حق با آقای گل محمدیه و ایشون از وجود مشکلات گله‌منده. بنده در جریانم که کادر فنی و بازیکنان چه شرایط سختی رو تحمل کردند. هرچه در توان داشته باشم به کار میگیرم که از مشکلات اونها کم کنم تا تیم شرایط مطلوب تری داشته باشه. طوفان مجازی پرسپولیسی ها در حمایت از یحیی. هواداران پرسپولیس بعد از انتشار خبر استعفای یحیی گل محمدی در فضای مجازی قوقایی از هشتگ های حمایتی رو به راه انداختند و سعی دارند با ترند کردن هشتگ های یحیی تنها نیست و یحیی را برگردانید، صدای نارضایتی و ناراحتی خود رو به رساترین شکل ممکن به گوش رضا درویش و البته وزیر ورزش برسونند. در واقع هواداران سرخ‌های تهرانی معتقدند مقصر اصلی این اتفاقات حمید سجادی است که با انتخاب‌های خود در مدیریت باشگاه یحیی رو وادار به استعفا کرده. اعتصاب بابت بیپولی. بعد از استعفای یحیی گل محمدی، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس هم در اعتراض به مشکلات مالی باشگاه و عدم پرداخت بخشی از قراردادهاشون در تمرین امروز تیم شرکت نکردند. در شرایطی که رضا درویش مدیر عامل سرخپوشان تهرانی در آخرین تمرین این تیم قبل از بازی با فولاد با حضور در جمع بازیکنان قول داده بود که طی دو روز 10-15% قرارداد سرخ‌های پایتخت رو پرداخت کنه، اما موفق به این کار نشد. واکنش سید جلال به اعتصاب پرسپولیسی‌ها. سید جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس در خصوص اعتصاب بازیکنان این باشگاه گفت: مشکلات مالی از اول فصل وجود داشته و ما تصور می‌کردیم حداقل تا نیم فصل حل بشه. توجه داشته باشید که بازیکنان و مربیان پرسپولیس هم خانواده و خرج دارند. برخی از اونها خرج چند خانواده رو میدند و من میدونم مربیان و بازیکنانی داریم که مستأجرند و صاحب خانه اونها رو جواب کرده. برخی ماشین خود رو فروخته و در نیم فصل گذشته از پول همون خوردند. اونا روی قول مدیران و قراردادی که بستند حساب باز کردند. رضایت نامه 16 میلیاردی برای بازیکن مد نظر پرسپولیس. خبر ورزشی امروز مدعی شد که باشگاه پیکان برای انتقال علیرضا کوشکی مهاجم 21 ساله خود به باشگاه پرسپولیس رقم 16 میلیارد تومان بابت صدور رضایت‌نامه این بازیکن از سرخ‌های تهرانی طلب کرده. این طور به نظر میرسه که باشگاه پیکان با اعلام این رقم قصد داره به نوعی مخالفت خود رو با پیشنهاد پرسپولیسی‌ها به صورت رسمی اعلام کنه. آزمون لواندوفسکی جدید بوندسلیگا. نشریه اسپورت اکسپرس روسیه در گزارشی به بازتاب امضای قرارداد سردار آزمون، ستاره ایرانی باشگاه زنیت سن پترزبورگ با باشگاه لورکوزن پرداخت و از استقبال عظیم رسانه‌های آلمانی از حضور این بازیکن ایرانی در بوندسلیگا خبر داد. این رسانه ورزشی نوشت:
سایت رسمی بوندسلیگا آزمون رو با لواندوفسکی ستاره بایر مونیخ مقایسه کرده و نشریه بیلد هم انتقال آزمون به لورکوزن رو انتقالی توصیف کرد که سر و صدای زیادی به پا کرد. جالب این که سیمون رولفس مدیر ورزشی بایر لورکوزن هم گفته که امضای آزمون یک موفقیت بزرگ براشون به حساب میاد. آزمون حالا ستاره جدید فوتبال باشگاهی آلمانه. هافبک استقلال قراردادش را فسخ کرد. بابک مرادی هافبک استقلال که خواهان جدایی از جمع آبی پوشان تهرانی بود، عصر امروز بعد از نشست با مسئولان این باشگاه قرارداد خود را فسخ کرد تا رسما اولین خروجی آبی‌های پایتخت لقب بگیره. مرادی در این جلسه مطالباتش رو هم به استقلال بخشید و ظاهراً قرار شده مبلغی رو هم به باشگاه بده. شروطی که موجب شد باشگاه با فسخ قرارداد این بازیکن به سرعت موافقت کنه. قابل ذکر این بازیکن از باشگاه‌های آلومینیوم عراق و هوادار تهران پیشنهاد داره. مهاجم استقلال در تیررس رقیب همشهری. باشگاه هوادار تهران برای تقویت خود در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ 21 به دنبال جذب مهاجم جوان باشگاه استقلاله. بر این اساس مدیران هوادار برای جذب محمد رضا آزادی پیشنهاد خود را به همتایان تیم همشهری ارائه کردند. مسئولان هوادار گویا حاضرند این بازیکن را به صورت قرضی هم به خدمت بگیرند، اما مبلغ درخواستی آبی پوشان تهرانی برای انجام این انتقال ممکنه باعث به بنبست رسیدن مذاکرات بشه.